بسم الله الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظیم بیننده و شنونده ویژه برنامه سیرت نبی صلی الله علیه و سلم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شامتان بخیر امیدوار هستم خوش باشین و امروز دوشنبه را تا این فرصت خوش گذشتانده باشین عمرتان خوش بگذره و از غم و اندو به فرسنگ ها بدور باشین دوست عزیز خوشحال هستم باز هم به شیر سیرت با تقدیم برنامه رقابتی سیرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در هفتمین فصل در خدمت شما قرار دارم. خب شما در جریان هستین بعد از اینکه ما اعلان ثبت نام برنامه سیرت نبی صلی الله علیه و سلم نشر میکنیم دوستا از ولایت کابل و از سایر ولایات میآیند به مرکز و بالاخره یک امتحان تحریری و بعدش تقریری و بعدش 9 نفر داورسایبا انتخاب میکنن به اصل رقابت. دو تا داور عزیز ارجمن و گرامی که در هفتمین فصل برنامه رقابتی سیرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم با ما هستند. جناب استاد پوهان عبدالاحد مسلم استاد دانشگاه. بسیار زیاد خوش آمدید استاد گرامی. سلام باشین. و جناب آقای دکتر محمد معروف حنیف همچنان استاد دانشگاه. بسیار زیاد خوش آمدید جناب. شما به سلامت باشین. سه اشتراک کننده که امروز هستند با ما و رقابت میکنن محترمه حسینه شفیق بسیار زیاد خوش آمدین و محترمه بانو شمیلا سحاک بسیار زیاد خوش آمدین و بانو نصری بسیار زیاد خوش آمدین شما به سلامت برنامه رقابتی سیرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم دو تا بخش داره یکی بخش سوال ها هست و بخش دوم بخش موضوع است جناب استاد عبدالاحد مسلم سوال میپرسن و هر اشتراک کننده مکلف هست که در 3 دقیقه به سوالشان پاسخ بگویند و جناب استاد دکتر صاحب محمد معروف حنیف موضوعی را بر اشتراک کننده ها میگن و جا داره که این اشتراک کننده در 3 دقیقه موضوعی را که استاد ازشان میپرسه معلومات ارائه کنند از جناب پوهان صاحب عبدالاحد مسلم میشنیم که چه نظر دارن و حرفشان برای ما، برای بیننده ها و برای اشتراک‌کننده ها چی هست؟ جناب استاد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا عرض سلام میکنم خدمت شما، همکاران شما و سایر بینندگان محترم برنامه سیرت در تلویزیون خورشید به سلامت باشین. برنامه دقیقا مفید است. به امیدی که جوانای ما در کل علاقه مندی به سیرت نبی صلی الله علیه و سلم پیدا بکنن و از این طریق خود با امو ارزش ها و صفاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت و اصحاب کرام داشت به او خود مزین بسازن. ما سوال اول خود آغاز میکنم از خواهر حسینه شفیق خوش آمدین به برنامه. شما در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مطالعه کردین که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اولین بار با حضرت خدیجه الکبرا ازدواج کرد. برداشتای دعوتی و فکری شما از این ازدواج چیست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب در رابطه با سوال شما بگویم که
پیش از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلام به پیغمبری مبعوث شوند، خب بدون شک اخلاق والا داشت، در جامعه هم به او شهرت داشت و بعد از اینکه سنشان به 25 سالگی رسید خواست تجارت شروع کنه و او تجارتش هم با یک زنی از قریش بود که به نام خدیجه بود، بنت خویلد، و این خدیجه یک زن تاجر بود، تاجر بسیار راستگار بود، در جامعه امانتداریش شهرت داشت و همچنان بسیار زن پاکدامن بود و این زن حتی قدر زن خوب بود که حتی به نام چی مشهور بود، زیرزن یعنی خوب بود، امانتکار بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که تجارت با بی بی خدیجه شروع کردن، بدون از اینکه بی خدیجه غیر از اینکه امانتداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دیدن، بعد از او به پیشنهاد امی با دوستش مشوره کرد با نفیسه و بعد از او ازدواجشان اتفاق افتاد و خدیجه الکبرا یک زنی بود که از اخلاق والا برخوردار بود، همیشه پیغمبر در پیش از اینکه به پیغمبری هم مبعوث شد به کارهای خوب تشویق میکرد و هم قسم که وقتی که بالای پیغمبر وحی آمد، پیغمبر وقتی از غار حرا میآید پیش خدیجه بسیار یعنی میترسه، میگه مرا بپوشانید، چند بار میگه و بی بی خدیجه برش دلداری میده که میگه تو هیچ نترس، به خاطر که تو شخص امانتکار هستی، تو روابط خویشاوندی را حفظ کردی و همیشه مهمان ها را بزرگ میداری و با فقرا کمک میکنی، خداوند تو را رها نمیکنه. از اینجا معلوم میشه که جایگاه خدیجه حتی از اول یعنی بعثت با پیغمبر بسیار جایگاه خاص داشت که از اول پیغمبر را تشویق میکرد و بعد از این در مرحله دعوت هم بی بی خدیجه هم همیشه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نشر دعوت کمک میکرد، مثلا که غیر از اینکه خودش زن خوب و پاکدامن بود، اولین زنی بود که اسلام آورد و پیغمبر درباره خدیجه میگه که خدیجه از کسایی است که در زمانی که مردم را تکذیب میکردن او مرا راستگو گرفت و در زمانی که مردم مرا از خانهشان دور میکردن او مرا پناه داد و گفت که خدیجه اولین زنی است که من از او یعنی اولاد دارم و دیگر هیچ کس غیر از خدیجه نیست که من از او اولاد داشته باشم، و خدیجه بسیار اخلاق و والا هم داشت. بسیار زیاد تشکر استاد. بفرمایید سال دومتون از بانو شمیلا سحاق. خواهر شمیلا، خوش آمدین به برنامه. در رابطه به ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مدت دعوت خود به شکل پنهانی و مخفی انجام میداد، بالاخره با نزول آیت دعوت خدا آشکارا ساخت برای عام مردم و قضیه دعوت کاملا علنی شد و مردم قریش آگاهی پیدا کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه میخواهد. این آیت کدام بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه به عمر 40 سالگی در غار حرا به پیامبری مبعوث شد، بعد از اینکه خداوند جل جلاله با سوره آیت مدثر که از آیت اول و تا آیت پنجم که گفت یا یو حل مدثر قم فانذر، یعنی ای کشیده شب برخیز و بیم بده، یا یو حل مدثر قم فانذر ربک فاکبر، یعنی بیم بده مردم رو، بیم بده فاکبر و سیابی که فتحره، یعنی جامعت رو پاکیزه بتن دار و همچنان و سیابی که فتحره و رجس فهجره، یعنی از پلیده ها درگزین. با این آیت دعوت سری شروع شد و بعد از مدت 3 سال که دعوت سری خود پیامبر اکرم در دارالارقم در یک خانه جوانی که به نام 16 ساله بود ارقم بود، دوج دعوت سری خود مخفیانه انجام میدن. بعد از مدت 3 سال که خداوند جدید که در روز به روز دین مقدس هم گسترش پیدا میکنه، بعد از خداوند جل در سال 4 بعثت با پیامبر هم دستور داد باید و انذر عشیرت کل اقربین، یعنی خویشاوندان و نزدیکان خود را هشدار بده، یعنی از عذاب خداوند بترسان. بعد از به می آید یک آیه دیگر هم که فساد تا به ما تو میره ورد عین المشرکین، یعنی انجام بده چیزی که بر تو گفته میشه تو از مشرکان دوری کن.
با می آید پیامبر سلام بالای کوی صفا بالا شد و مردم را به دین مقدس اسلام دعوت کرد. دعوت علنی خود شروع کرد که در چهارم بسند و مردم را به کوی صفا بالا کرد و آنها را به خاطر یک تاپرستی دعوت کرد. گفت که ما آمدیم که تا شما را از نعمت هایی که در بهشت از با خبر بسازم و چیزهایی که در دوزخ از خداوند آماده ساخته شده یار شما را با خبر بسازم. که تمام مردم را جمعواری کرد که در اینجا ابو لهب که کاکای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود گفت که ای تو علاق شوی تو ما را به خاطر میگه پر جمعواری کردی که بعد از این پنج آیت سوری مسعود به خاطر می ابو لهب که زیاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آزار و اذیت کرد نازل شد. این می بود که دعوت علنی با می آیه نازل شد. سپاس. اما مشکین خوش نبودن از دعوت پیامبر به خاطر که دعوت پیامبر با منافی از اونها در تضاد واقع بود. اونا بعضی راکارها روی دست گرفتن تا با دعوت پیامبر مبارزه بکنن. میشه روی راکارها کمی اونها وقتی که دیدن که با پیامبر خلاف به نفعشان نبود، یعنی پیامبر مردم به دین یکتا پرستی دعوت میکنن، اونها کارایی را کردن که دازار وضعیت شروع کردن. یعنی پیامبر قسم را تمسخر میکردن، سحر میگفتن، یعنی جادوگر میکردن، به الفاظ بسیار بد را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را یاد میگفتن و دشنام میدادن، ناسزا میگفتنشان، یعنی تقریبا استهزا میکردن. که از اینجا جمله ابو جهل هم بسیار پیامبر صلی الله علیه و آله اذیت کرد و ابو لهب هم پیامبر صلی الله علیه و آله در خیمه که میرفت مردم به دین مقدس هم دعوت میکن در پشت سر او ابو لهب میرفت میگفت که دین ازیر قبول نکنی، نه دین خود، نه دین پدر و نه دین نیاکان خود قبول دارن، نه دین ما را قبول دارن، نه دین شما را، یک دین یار برتون می دین ازیر قبول نکنین. از این خاطر یعنی بازار وضعیت شروع کردن تقریبا از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وضعیت کردن که از آن جمله بلال می باشم. فرصت شما تمام هست. ادامه حرف و حدیث پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه برنامه رقابتی سیرت النبی صلی الله علیه و سلم را بیننده هستین. جریان رقابت هست. استاد مسلم از بانو نصری میپرسن. استاد بفرمایید. خواهر محترم خوش آمدین به برنامه. در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حادثه ای را شما مطالعه میکنید به نام شق صدر. این از چه قرار بود؟ با عرض سلام خدمت شما داره عزیز و استاد سیرت. ما در شق صدر زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قبیله چار در زمان دوران شیخورگی خودی به قبیله سعدیه میره و علیمی سعدیه که از مادر رضایی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشه، زمانی که علیمی سعدیه میگه ما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیر میگیرم، خیر برکات بسیار زیاد را میبینم و همچنان در سال بعد از وقتی که دوران شیخورگی شون دو سال از او تمام میشه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس دوباره به پیش مادر مهربانش گامره را تعالی آمنه میباشه پیش از او برمیگردونه. نمی اسنا به خاطر اینکه اینا خیر برکت زیاد داره بودن میخواین از مادرش خواهش میکنه که لطفا اینجا پیش ما بون و ما میخواین مزید سرپرستی کنیم. مادرشم پس از امی زیاد گفتن حضرت علی مرحوم رضی الله عنه اینا بش امی قبول میکنه و او را پیشون میمونه. نمی اسنا پیامبر سلام در مورد 4 سالمی باشه در بین کودکای طفلا ساتری میکنه که میگن یک شخص نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که جبرائیل امین میباشه امور شق صدر میکنه، یعنی قلبش از سینش بیرون میکنه و میگه که این سهم شیطان از مقدار خون رازو میکشه و میگه که این سهم شیطان است. این واقعا در 4 سالگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ میده. حضرت امی خود علی می سعدی مادر رضای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایه که میگه ما بودم در بین امو اطفال بودم که ما در بین اطفال بود که نفتن یکی از اولادای به من میای و میگه که محمد مرد، محمد مرد، زمانی که میرم میبینم که محمد چریش پریده و رنگش پریده میباشه. بسیار خوب. از حادثه افک حرف بزنین. حادثه افک زمانی که ای از جمله کارهای منافقین میباشه که ما از جمله کارهای منافقین دو کار میتونیم بگیم که در غزوه بنی مستلق صورت گرفت. یکی ما کاری که انجام دادن امی بوده که شعار میدادن و کار دوم شد ماجرای اف بود. ماجرای اف که برات از اسمی باشه که صفان بن متلی یک شخص بوده که پیامبر سلام زمانی که این غزوه را پیدا میکنه یک همسر خوده که به نام همسر خود قرعه میکشیدی بار قرعه به نام حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میبره. دمی اسم میباشه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روی زمیر از حضرت عایشه بخت رفاجت میره که مو گردن بند را که از خواهرش به عاریت گرفته بود تو از پیش ناپدید میشه. امی اسلام میگه ای امو جایی که هستن میشینه کاران از پیش صفی حضرت عایشه رضی الله عنها میره. ای دمو جایی که هستن موجه میشینه میگه شاید کاران مطلع شون که ما در بین امو هوچ یا امو جایی که ما خواستن دوجا من نبودم شاید مطلع شون و پس دوباره برگردن. از او خاطر دمو جایی که میشینه ناگهان حکمت خداوند است که بالای عایشه رضی الله تعالی عنها خواب نازل میشه و صفان بن متلیک یک شخص بود که بسیار خواب میکرد. ای در کاروان اخیر مانده بود وقتی که می بونی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میبینه میگه آ بونی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیر میگیره بر امو
و امی پرسر امو مرکبش سوارش که بود با پرسر از میشونه و خودش حرکت میکنه، فکر میکنه که یعنی پیغمبر امو واشرتانن وفات کرده. نمی اصلا میباشه که امی زمانی که یا به کاروان میرسن هر کس نظر به امو دیده خود تعبیر میکنه، خصوصا منافقین که میگفتن که آیا دیگه چی صورت گرفته باشه چی شده باشه. و امی حضرت عایشه وقتی یک مریض بود میبینه که میره محبت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نظر به سابق اینا نمیبینه و حضرت عایشه هم از اینکه به اطلاع میباشه. از خاطر اینجا زمانی که از این گفتلا پیدا میکنه میگه که اگر ما بگویم که ما این کار انجام ندیم یقینا شما قبول نمیکنید. و الله متعال برای عایشه رضی الله عنها در سوره نازل میکنه و برش میگه که عایشه رضی الله عنها مبراسته و برات از او ثابت میشه. تشکر بسیار زیاد. تشکر. سلامت باشین. فرصت تمام هست. خب جناب استاد دکتر محمد معروف حنیف بخش موضوعات مطرح میکنن. موضوعی که مطرح میکنن اشتراک کننده جا نیاز هست تا 3 دقیقه در موردش صحبت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و اشتراک کننده های عزیز و دوست گرامی ما پانسه و عبدالله حد مسلم و تمام بیننده های عزیز. موضوعاتی که در برای اشتراک کننده مطرح میکنیم، اولا محترمه حسینه شفیق در مورد اساسنامه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت در مدینه منوره تدوین نمودن که به نام اساسنامه یا قانون اساسی که یادآوری میشه، میشه معلومات جات ارائه کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام به مدینه هجرت کردند، اولین کارشون خو بنای مسجد بود. بعد از بنای مسجد، مسجد پیمان برادری را بین مهاجرین و انصار بستند. بعد از او یک اساسنامه ای را اساس گذاشتند که میتونیم حال او را به عنوان یک قانون اساسی، بهترین قانون اساسی یاد کنیم اسلامی که اگر حالی هم امو تطبیق شود بهترین است. چون در او زمان در میان قبایل اوس و خزرج پیش از اسلام بسیار جنگ های صورت گرفته بود که به نام باس هم یاد میشه، و یعنی بعد از اسلام دشمنی از او کاسته شده بود، اما او قدر نیاز داشت که تا دیگر هم گفته شده برشان تا می حسادت و کینه جاهلیت از قلبشان کاملا بیرون شود. از که 12 ماده بود، از جمله اولیشی بود که تمام شما متحد و مسلمان هستین، دیگر مسلمان بین شما جای نداره، هر مسلمان که با مسلمان دیگر دید که همراه سلام میشه باید حق از او را از حق از او دفاع کنه، و اگر حتی اگر دید که او امی دفاع کردن به ضرر اولاداش و یا فامیلش هم تمام میشه باید حق بگویه. دیگری بود که زمان مژده مثلا بود که شما بین خود برادر هستین و از حق همدیگر دفاع کنین. از جمله بود که وقتی که میبینین که یک برادرتان در مشکل است و یا در وقت فدیه دادن به اسیرا مشکل داره، شما امرای از کمک کنین. و برای مهاجرین گفت که شما مانند سابق اما قسمی که فدیه میدادین خونبهایتان بعد از این هم قسم ادا کنین. و همچنان گفتند که مسلمان بین خود برادر هستند، از هر نوع حسادت و کینه باید دور باشند. دیگه گفت هیچ مسلمانی را اجازه نیست که یک مسلمان دیگر به خاطر یک کافر بکشه، و هیچ اما قسم هیچ مسلمان را اجازه نیست که به خاطر حق مسلمان دیگر کافر را جا بده در سرزمین خود و او را پناه بده. و با هم با یهودایی که در طرف مدینه بودن نباید یا رفتار میکردن که به ضد مسلمین باشه. و دیگر هم بود که قدرش. تشکر. سلامت باشید. بفرمایید استاد، موضوع دومتان بپرسید. خوش آمدیم شمیل سحاک. تشکر. شما در مورد اسراء و معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که صورت گرفته توضیحات بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسراج و معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از سال دهم بعثت واقع شد. اسراج و معراج یعنی اسراء به معنی که به سوی بیت المقدس و بازگشت مکه به همان شبیه اسراء و معراج یعنی که پیامبر با جسم و روحش بالا با جهان رفت. این معراج میگویند. اسراج و معراج درباره تاریخ دقیق اسراج و معراج بسیار اختلاف صورت گرفته. بعضی‌ها میگن که 5 سال پیش از یک پیامبر به پیامبری مبعوث شد اسراج و معراج، بعضی‌ها میگن ساعتی که پیامبر با پیامبری مبعوث شد اسراج و معراج واقع شد، یا بعضی ها میگه که در 27 ماه رجب سال دوم بعثت، یعنی یا میگه که یک سال و 16 ماه پیش از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کنه در سال 12 بعثت شد، اما یک میگه یک سال که پیش از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به هجرت کنه، یعنی در سال 13 بعثت واقع شد. اما تاریخ دقیقش در سال 11 هجری که کلگی به اجماع کردن که به خاطر که پیش از اینکه بیبی خدیجه و ابو طالب بود نمازهای پنجگانه فرض نشد. اسراج و معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به بیت المقدس رفت و امی جبرائیل علیه السلام همراهش با آگاهیوان به نام برا که با این سوار شدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام تا سدره المنتهى تا به این قسمت پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و در اینجا پیامبر جبرائیل دو کاسه را برای پیشنهاد کرد که به خاطر نوشیدن، یک کاسه شراب بود و یک کاسه شیر بود که پیامبر قسم کاسه شیر انتخاب کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به طبقه آسمان رفت که در طبقه اول آسمان اینجا پیامبر صلی الله علیه و آدم علیه السلام دید که به سلام داد تا جواب سلام شد و پیامبریش اقرار کرد. در طبقه دومش یحیی و عیسی علیه السلام دید که هم برش سلام داد جواب سلام شد و پیامبریش برش اقرار کرد. در طبقه سومش یوسف علیه السلام همچنان برش سلام داد تا جواب سلام شد و پیامبریش اقرار کرد. در طبقه پنجمش چیرم در طبقه پنجم هارون علیه السلام دین این هم برای سلام واجب داد. طبقه ششمش موسی علیه السلام دین و برش سلام داد و جواب سلام شد و پیامبرش اقرار کرد. در طبقه هفتمش ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه به نزد خداوند جا رفت جبرائیل علیه السلام گفت از اینکه من پیشتر رفتن نمیتونم به خاطر که بالهای من میسوزه. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا وقتی که باسن یک بیت المعمور یک اتاق بود که روز 70000 فرشته داخل میشد اما بعد از بیرون نمی آمد. بعد که به نزد خداوند جل جلاله رفت اونجا 50 نماز بالای مسلمانان شد که 50 نماز بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موسی علیه السلام برش گفت که چی از جانب خداوند برام گفت. 50 نماز بعد از گفت که امتای توان قدر خواندنش ندارد. در مورد درس ها و اندرس های اسراء و معراج چیزی که اگر بگی یعنی از فواید و عبرت درس های از اسراء و معراج به دست میه در این موردم بگیم چیزی. فواید و درس هایی که ما از اسراج و معراج به دست میگیریم این میباشه که یعنی که میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آسمان ها رفت و در اونجا بهشت و دوزخ هم دید. بهشت که یعنی چگونه خداوند رو آماده ساخت برای آدم نیکوکار و دوزخ هم دید که پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و مردم آگاه ساخت که در دوزخ چگونه انسان ها در اونجا جای چگونه انسان ها میباشه و چه کارهای انسان های بدکار است، یعنی جاهای کارمازی فایده می و دیگر نماز های پنجگانه که فرض شد بالای مسلمان ها. و فایدهش اینه می که ما ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمازهای پنجگانه را فرض ساخت همچنان درباره فرصت تمام هست. سلامت باشیم. بسیار تشکر دوست عزیز. جریان رقابت در برنامه رقابتی سیرت النبی صلی الله علیه و سلم هست و ادامه برنامه و ادامه رقابت پس از وقفه. خوش آمدین. باز هم ادامه برنامه رقابتی سیرت النبی صلی الله علیه و سلم. جناب استاد حنیف موضوعی را مطرح میکنن از بانو نصری. بفرمایید استاد. محترمه بانو نصری، در مورد درس ها و اندرز های غزوه احد معلومات. بسم الله الرحمن الرحیم. درس ها و اندرس های غزوه احد هم میتونیم در امی به پنج بخش شامل کنیم. یکی که اگر امی درس ها و اندرس هایی که منافقین باید از صف امی مشرکین که بودن باید منافقین از صف مسلمانان بختر که در زمان شناخته نمیشدن باید اینا از صف از اینا جدا شوه. و همچنان درس دوم میشه که اگر مسلمان ها همیشه غالب باشن پس یقینا که یک تکبر یک غرور در ریششان جای میگیره و دیگه ای که اینا نمیتونن که به بردباری و صبر اینا برسن. و اگر مسلمان ها برعکس همیشه وقت اینا شکست بگیرن شکست بخورن و همیشه وقت یعنی شکست بپذیرن از او خاطر باز نمیتونیم که دعوت پوره شوه و اصل نبوت نمیتونه که باز پوره شوه. و دیگه ای که با می شکستن از امی که مسلمین شکست خوردن نتیجه دیگه ای که شد امی بوده که خود یک دستاورد دیگه را که با ما قرآن کریم برش اشاره میکنه بعض صحابه ها به یک جایگاهی را نایل شدن مثل شهادت که آرزوی هر صحابه بود که او شهید شوه به جایگاهی چون شهادت نایل شدن. و دیگه ای که با امی صحابه باید میگه ما درس بردباری و صبر و اینا را یاد بدیم. و همچنان از درس های دیگه
چی بوده که نه در زمانی که ما از امر خدا و رسول سرپیچی کنیم عاقبت شمانشان میده که عاقبت سرپیچی از امر خدا و رسول چی است و چی به سرانجام را به خود داره و این کارا بود. و دیگه ای که میخواستن که به مسلمان ها و به کفار نشان بده که قسمی که آیت قرآن است میگه تلک ایام در دوها بین الناس میگه این ایام است که ما رو بین مردم میرسانیم و همچنان بخاطر از اینکه به پیامبر سلام دلداری میتم و میگه که اگر شما زخمناک شدین یا شما اگر شکست خوردین به این شما ضعیف نشین قسم که شما زخمی شدین یا قسم که شما درد دیدین اونا کافرا هم درد و زخم و رنج دیدن. و ما از این درس ها و اندرس های رفت میاموزیم خصوصا به جامعه فعلی که متاسفانه ما از راه منهج پیامبر صلی الله علیه و آله سلام هر وقت که دور شیم و از گپش هر وقت که دور شیم معلوم دار است که سرنوشتش و عاقبتش چی خواهد بود. و امروز اگه ما ببینیم روز بود که جهان اسلام از خود چی یک تمدن داشت و در چی اوضاعی بود، اما متاسفانه بختر چی دو وقت اطور یک اوج نام داشتن، بختر از یک و یک منهج داشتن، یک راه داشتن و اون منهج روی خود به صورت مستقیم اونا میپیمودن و راه پیدا میکرد. اما زمانی که امت اسلامی منهج و راه خود و امو قرآن و سنت و حوادث پیامبر سلام زمانی که به فراموشی سپردن و به طرف غرب و چیزای غربی پیوستن، پس امروز حالت امت اسلامی را ما هم به چشم سر خود میبینیم که چی واقعیت ها میباشه. یا همچنان شهادت که ما شهادت که صحابه های کرام آرزوهاش داشتن، ده ای امر پیامبر سلام در نخست بهشان گفته بود که شما در کعبه اگر ما در مدینه باشیم اونا یقینا جرأت نمیکنن که به مدینه بیان. اما میبینیم که زمانی که صحابه به خاطر شهادت بسیار شوق داشتن از خاطر شهادت برآمدن و منافقین زمین میخواستن که منافقین از صفه علی مطالعه که سگمتاش این بود که میخواست منافقین از صفه از اونا جدا شوه که اما منافقین کسایی بودن که زبان اظهار مسلمانی کرده بودن اما در قلب مسلمان نبودن، از خاطر میخواستن از صفه از اینا آشکارا شوه و امو دشمنایشان که از امو منافقین بود، یهود بود و مشرکان بود، اینا دشمنی خود به پیامبر سلام ایراد کردن و به شکل مستقیم که آیت سوره منافقون هم در شانشان نازل شده که پیامبر سلام میفرمایه میگه یقینا منافقین از تو میان و میگن که ما تو پیامبر خدا هستی، در دل اینکه به میزنن اما قلب در زبانی که میزن اما در قلبشان اصلا چیزی وجود نداره. شکر. فرصت تمام شکر. هست و رقابت در اولین برنامه از هفتمین فصل همچنان تمام شد. دوست عزیزی که نتیجه چی میشه در قسمت پایانی برنامه رقابتی سیرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم و یا هم برنامه سیرت نبی صلی الله علیه و سلم ما شما شاهد خواهد بودیم که از سه چهره کدام ها با ما میباشند، چون رقابت بین 9 نفر هست. تا فردا شب باز هم با دو داور و سه اشتراک کننده در خدمت شما حاضر میشم. شما را به خداوند یک تا امانت میکنم. خوش باشین، اوقات به کامتان. الان میگم.